اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. بانوی عاشق بر حریر جان، نام سپیدار جوانی را با پنجه بر دیوار، با گریه در تاریخ، با بوسه ای در خاکستر، با بوسه در خاکستر آن یادها، آن شورها، فریادها، در لحظه بیداد خط میزند در باد. پروانه با مردش، آن مرد مردستان، سروی نه سروستان، از کوچه های نهضتی خونین تا پشت مجلس تا بهارستان، هر جا نشانش مانده بر دیوار، نقشش به روی دل، یادش نگارستان. پروانه با مردش خونین به روی خاک، بی باک زن، افسرده جان، آزرده دل، غمناک، با زهرخندی تلخ در کنج لبهایی که می خواندند غمنامه های سرزمین پاک. دستی فرا می شد در خالی شب، باز می آمد بر سینه آن نازوکین بانوی ایران شهر، پروانه در خون بال و پر می زد. آن سوی شب در خون شناور بود، شبخان دیروز بهارستان، آن مرد مردستان. علیرضا نوریزاده، 22 نوامبر، سه شنبه، اول آذر ماه، به شما سلام میکنم. سال روز ذبح اسلامی فروهرها بود. هیچ وقت اون بعد از ظهر یک شنبه یادم نمیاد. وقتی که اون دوست نازنین از تهران زنگ زد، یادم نمیره، غروب بود، نشسته بودم داشتم مینوشتم، بعد گفت فروهرها رو سر بریدند و سینه شکافتند و رژیم شرم نکرد، شرم نکرد که حتی فروهر قربان علی ماسپند دوری نجف آبادی، ایشون این طرح فلاحیان بود که اون طرح به دره انداختن 80 تا نویسنده و شاعر و متفکر، و اینم که برنامه خب خیلی روشنی بود، قتل‌های زنجیره‌ای. من خیلی اینوالو شدم، 4 سال از عمرمو گذاشتم 5-6 تا کتاب دارم. منظورم اینه که به هر حال اون روزها روزهای بسیار تلخی. وقتی که من از جزئیات نوع کشتن فروهرها مطلع شدم و بعد مختاری و پوینده، شریف، دوانی، پیروز، کاملا برام آشکار شد ما با یک مجموعه آدمخوار روبرو هستیم که در صدر اسلام مثلا دیدیم یهود بنی قریظه رو در یه روز 750 تا گردن میزنن. الان هم این کارو میکنن. یعنی آدم باید فقط تأمل کنه و فکر کنه. وقتی دین در دست مجموعه قرار میگیره که سوء استفاده میکنن، مثل حالا میشه.
مثل حالا که شما رو نگاه میکنید مرجعیت خواب یا مرجعیت خائن، مرجعیتی که میاد و اعلام میکنه این مردمی که هستن اوباشن، ارازلن، در واقع حکم بر ارازل و اوباش بودن خودش صادر کرده. ولی باید تا چه درجه انحطاط و سقوط اخلاقی داشته باشه که به مردم ملتش این حرفا رو بزن؟ حتی مراجع حکومتی لال شدن. یعنی داماد آقای سیستانی، آقای شهرستانی میاد مردم ایران را ارازل و اوباش میخونه، در حالی که خوش تهرانیه، بچه شهرستانکه. خیلی تلخ، خیلی تلخ. آقای سیستانی، بله من سخنگوی سیاسی ندارم، وکیلتون که هستن، میلیون ها میلیون که در دستشونه، به درد اون کارا میخورن. شما باورتون نمیشه بعضی از این آخونده پولایی که اینا دستشونه، اون احمقایی که میرن به اینا پول میدن، حیرت آوره که این مغز ما رو تا کجا شستن. سهم امام، سهم امامو به تو آخونده مفخور چرا باید بدن؟ بری سیغه زیاد کنی و بری خونه بخری و این جنبش بزرگ ملت ایران این مرجعیت رو برانداخت. و شما باور کنید همین الان میگن درآمد آقای سیستانی که اعلم مراجع هست به یک سوم تقلیل پیدا کرده. حتی اون شیعه کویتی هم میبینه، شیعه اماراتی و بحرینی هم میبینه. آقا چطور این راجع به این همه کشتار تو مملکتش هیچی نمیگه؟ چجوری مرجع عادلی است که باید در اندیشه مصالح ملت باشه؟ کو؟ کو؟ رژیم در طول دو سه روز گذشته تمام اون ویژگی های خودشو در کردستان آشکار کرد، تماما رژیم نشون داد. طایفه این آدمخوار، طایفه این گرفتار تعصبات مذهبی احمقانه قرون وسطایی، و طایفه این ضد بشر، ضد زن و کودک هستن، ضد بشر هم هستن به معنی که ضد مرد هم هستن. و دیدیم تو کردستان چه کار کردن. نگاهی میندازیم به تصاویر کردستان. Hadi Hamza!
آبان زمه ها رو که پیل... زوری پیلان شهر برای که تو بود نشنی تر می شهیدی دیان شده من جز جیان آزادی جزی کردستان آبان. صدای منو از مهاباد از یکی از شهرهای کردنشین ایران میشنوین. وضعیت اینجا قرمزه، اما اونا برای تحریک ما به زن و بچه هایی که توی صف نونوایی بودن اومدن شلیک کردن صبح زود. اینجا هلیکوپتر هست، به گفته نمیدونم خبرها میگن تانک آوردن. من هلیکوپتر رو با چشمای خودم دیدم، تمام ماشین و خونه های مردم رو داغون کردن. اعتصابات، همه مغازه ها بسته هست، مردم بیرونن. لطفا شهرهای بزرگ بیرون بیاین، لطفا بیرون بیاین. ما اگه کل آذربایجان غربی رو بگیریم به تنهایی نمیتونیم کاری بکنیم، باید هممون با هم باشیم. ما با دست خالی هستیم، هیچ گونه سلاحی نداریم و این یک شایعه است که ما سلاح داریم. ما کاملا با سنگ بیرون میایم، فقط همین، هیچ چیز دیگه ای نداریم. بازم از ما میترسن از لحاظ مالی، لطفا ما کمک میخوایم. بعضی خانواده ها هستن حتی نون ندارن بخورن، چون که الان اینجا اصلا مردم نمیتونن برن نون بگیرن. بعضی ها پول ندارن، خیلی وقته که توی بخش شهرهای کردنشین ایران اعتصابات شدید. لطفا کمک مالی هم بهمون برسونین، افرادی که معروفن، افرادی که میتونن این کار رو انجام بدن. لطفا منتظر حمایتاتون هست. پیام این دختر کرد نازنین رو شنیدید. من نمیدونم
این پولدارای ایرانی که در خارجن ملاحظه چی رو میکنن؟ حالا پولدارای داخل اون عدهشون که صالحن لابد یه کاری میکنن، اون عده که وابسته به حکومتن که معلومه کیه، ولی تو خارج کشور بابا مگه نیومدن اینجا پیشنهاد دادن؟ دکتر علایی مگه نگفت یک صندوقی درست بشه 50 دلار داری بذار تو 100 دلار 1000 دلار هر چقدر امکانت هست؟ دختر میگه نان ندارن، با شکم خالی رفتن برای آزادی تو دارن جون میسپرن. یک ذره فقط ما فکر کنیم، یک ذره دلمونو بذاریم به جای دل اون دختر، جای اون پدر کرد، جای اون مادر کرد، با سیلی هم صورت رو سرخ نگه دارن، چون غروری که کرد داره بهش اجازه نمیده دست دراز بکنه. ولی شما هموطنان میتونید، میتونید این جنبش رو صد قدم جلو ببرید. زمانی که مبارز ایرانی که تو کف خیابانه شب بدون نان برای زن و بچهش داره، نون برای خانوادش داره. کلیپ های دیگر رو ببینیم از شهرهای دیگه، اعتراض در شهرهای دیگه. غربی فردیس 3 آبان 1401 تظاهرات بر علیه رژیم ضحاک خامنه‌ای. محلات استان مرکزی محلات درود میفرستم. نگاه کنید در تهران روی بالکن و روی پشت پنجره و بالای ساختمون فریاد میزنه مهاباد کردستان، مهاباد زاهدان، چشم و چراغ ایران. این پیوند و همبستگی رو سید علی نادان خواست اتهام تجزیه طلبی بزنه، پیوندی ابدی ایجاد کرد.
من بارها به شما گفته بودم بودن رژیم جمهوری ولایت فقیه عامل تفرقه و جدایی است. سرنگونی این رژیم پیوندهای ایرانی رو آشکار میکنه که ما چقدر به هم نزدیکیم. بنابراین الانم به هموطنان عزیزم میگم اینو یادتون باشه، وقتی کردستان فریاد میزنه و کشته میده، باید در آذربایجان، خوزستان، لرستان، کرمانشاه که هست، باید در اردبیل، در گیلان، در مازندران، در استانهای همجوارش، در خراسان، سیستان و بلوچستان، جنوب ایران، ایران شهر، بوشهر، در بندرعباس که باریکلا درود بر شما، باید این حضور رو حس کنه. جزایر باید حضور رو حس کنه. ببینید ایرانی ها با چه هوشمندی رفتن تو استادیوم قطر و پرچم شیر خورشیدنشان سرنگم بردن، تو فرانسه نذاشتن، قطر هم نگذاشته بود. به چه وضعی بچه ها اینا رو بردن؟ قطر ممنوع کرده بود، تهدید کرده بود میگیرن اگر تظاهرات بشه، ولی گفتن بیشرف و گفتن در وسط بازی، مرگ بر دیکتاتور رو گفتن در وسط بازی. دولت عظمای قطر هم دست جمهوری ولایت فقیه البته اونا رو سانسور کرد، ولی پخش شد، بعدا شبکه های تلویزیونی دنیا نشونش دادن. من از این بابت خوشحالم. نعمت میرزازاده آذر، دوست عزیز و قدیمی من، شاعر خراسانی در دوران معاصر خراسان، چهره های داشته برجسته، مهدی اخوان ثالث، میم امید خراسانی، عماد خراسانی، اون شاعر عاشق نازنین که دوستان نزدیک عموی من بودن و منصور پاکستان عزیز زنده یاد، این آخری ها ماهای قبل از انقلاب با عماد جان هر هفته دیداری داشتیم. چه شاعر نازنی. ای دل بلا، ای دل بلا، ای دل بلا، یادش بخیر. خب میم سرشک که محققه و در این حال شاعرم هست، کم شعر میگه ولی خوب شعر میگه. زنده یاد اسماعیل خویی که رفت و به هر حال شاعر خراسانی عزیزی بود. نعمت میرزازاده آزرم که بماند و بماند و بماند تا آزادی ایران رو ببیند. نعمت خیلی زجر کشید. من گاهی به زندگی نعمت که فکر میکنم، نم از کدام سال او زجر کشید و اعصاب خرد و انقلابی که بر سرش حوار شد، همسر نازنینی که رفت. هیچ وقت یادم نمیره انقدر بانوی نازنین زیبا و نجیب وقتی نعمت رو گرفته بودن، دوشنبه با جلال آل احمد و دوستان دیگر در کافه فیروز بودیم. بانوی نعمت آمد اونجا با آل احمد گفتگو کرد و نوشته‌ای به او داد. آل احمد اومد به من گفت اینو بده پهلوان. خوشبختانه پهلوان خودش هم رسید. مثل همیشه پهلوان جوان مرد برد مطلب رو چاپ کرد و در واقع قصد این بود که رویا نعمت که عنوان اسم نوشته بود نیاز پیدا نکنه به کسی. عباس همیشه همینطور بود، همیشه. نعمت در خارج کشورم رنج بسیار دید. شعر قوی
دشمن شکن با اراده و با اون لهجه زیبای خراسانی. درود نعمت جان. محمدرضا شاهید رفته بود دیدنش، براتون یه شعری خونده، البته یه برنامه مفصل هم با شاهید داره، شب شعر گوته که در خدمتش بودیم و با هم سی شبهایی بود. خیلی هم به من محبت داره. ببینیم نعمت میرزازاده آزرم برای جوانان و شور انقلابی چه میگوید. با سلام به شما بینندگان عزیز و با سلام به شما آقای نوریزاده، در کنار آقای نعمت آزرم نشستم. اجازه بدید چیزی رو که پشت سر شما گفت در برابر دوربین گفته باشم و گفت جدا از اون دوره فردوسی در 22 سالگی که در غیبت عباس پهلوان نشریه رو مدیریت کردید، میگوید شما به گوهر هنر آراسته اید و من نعمت آزرم برای شعرهای بعضی از شعرهای علیرضا نوریزاده عشق ریختم. آقای آزرم، در هفته آینده دیداری با هم خواهیم داشت برای برنامه زیر آسمان پاریس، اما دلم می‌خواست در این لحظه یکی دو دقیقه‌ای که هست چه پیامی دارید برای مردم ایران؟ امروز ایران رو چگونه می‌بینید؟ ایران به گواهی تاریخ درازدامنش بسیار مصائب را از سر گذرانده است. خوشبختانه فرم قالب دو بیتی یا رباعی در زبان فارسی این ویژگیه داره که همه حرفای میتونه تو دو تا سطر یا چهار مصرع بگوید. بگید. ایران بزرگ جاودان میماند، هم باز سرود پارسی میخواند. این خانه که چاره کرده هر آفت را، این حشر وحوش را ز خود میراند. حشر وحوش آیه قرآنه. هنگام که جانوران برانگیخته شدن، من از جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلام ایران به حشر وحوش تعبیر میکنم. خیال میکنم زبان فارسی کفایت میکنه. ما در برنامه زیر آسمان پاریس گفتگوی بسیار طولانی تری خواهیم داشت. پیام جامع و کاملی رو در این فشردگی گفتین، نکته ای رو می‌خواستین بگین؟ نه، نکته اساسی به قول جناب شمس الدین محمد حافظ که فرمود که یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب کسر زبان که میشنوم نامکرست. من این حرف که الان زدم که ایران بسیار بلاهای اثر خودش گذرنده، براستی محصول علاقه میهنی من که فراونه نیست، محصول مطالعه من و به اصلاد تعملیست که از در تاریخ ایران کردم، از رودکی تا فروغ تا امروز. خیلی ساده است، کسی که اندکی با تاریخ عمومی جهان آشنا باشه میدونه که در ایران باستان مثلا ما روم داریم، یونان داریم، بعد یونان، اونایی که هماوردهای همزمانی همدوره‌های ایران بودن اکنون آنچه هستن هرگز آنچه بودن نیستن. آقای نوریزاده حسود نباشین به منی که قراره نیم ساعت دیگر در کنار ایشون باشم. دو هفته دیگه برنامه زیر آسمان پاریس. ممنون شاهید عزیزم و ممنون شاعر عزیز نعمت میرزازاده که با همون دو بیتیش نشون داد عشقش به این سرزمین و امیدش به سرنگونی این وحوش. منم بارها دیدید میگم گرازها و اینا از گراز وحشی ترن. درست اینا رو با طالبان باید در یک طویله کرد، این هم دیگر، منطقه یکی ریشش کوتاه‌تر یکی بلندتره، یکی عمامش منظمتر آن کادر است که اینم ایرانی ها یادشون دادن، ولی اونا همون بودن دیگه، همون وحوش. به هر روی از شاعری گفتیم و سخنان شاعرشم امروز بذاریم براتون به جای آواز و آهنگ، آنچه را شاملو سالها پیش گفت انگار پیشبینی میکرد با هم نگاه کنیم. که میگن شاعران بزرگترین پیشگویانه و همین دلیلم معمولا
پیامبران باشون مخالف بودن چون دکون اونا رو تخته میکردن. ولی شاملو چقدر زیبا و دقیق میگه کوشه هایم رقص خود را باز میابند. همین چیزی که ما تو ایران شاهد بودیم، دختران جوان، پسران، اون نازنین بلوچ اون رقص ها رو کردن که نشانه رهایی بود. ببینید یه رژیمی ذهنش، شما ذهن رو در نظر بگیرید دیگه، دیدگاه رو محدود در اون عمامه و اگر بخواد بیاد بیرون از اون عمامه، مثل اون مولایی که اهل سینما بود و اینگمار برگمن رو با همسرش میشست نگاه میکرد، پدرش رو در آوردن. چرا قبای شطرنجی پوشیده؟ چرا اینجوری حرف میزنه؟ خلی لباسش کرد. آدم هایی که رفته بودن تو این کار، مثلا شما کدیوه رو فکر کنید، فیزیک یا علوم همه از این چیزا میخونده دانشگاه، بعد یه باره به سرش میزنه پا میشه میره تو حوزه. حالا اون اول انقلاب هم این فضاها وجود دار و امروز هم به هر حال به عنوان یه عالم دینی تدریس میکنه، تحقیق میکنه. ولی شما فکر میکنید کدیور از این به بعد عمامه به سر میگذاره؟ نه. آقای اشکوری به سر میذاره؟ نه. راستی آقای اشکوری چی سکوت کردی؟ چی شد؟ عمامه انداختن شما رو هم ناراحت کرد؟ آه چرا هیچی نمیگید شما؟ بابا از این روحانیت یه دو نفری حرف بزنه که آدم بگه بالاخره این 80,000 نفری که مفت میخورن یا 200,000 نفر، دو تا مرد توشون پیدا شد، دو تا مرد توشون هست. بابا به خدا اگه سید محمد روحانی بود بلند میشد، اگر مرحوم شریعت مداری بود. بابا آخه الان من مرجعیتم میگم هیچ، مرجعیت رفت نابود شد، خدا حافظ. بعد از آقای سیستانی خلاص. البته پولا اینقدر هست که برای 4 نسل بعدی هست. ولی من سوالم اینه، این آخوندهای جوان که دلشون هم میان تو کلاب هاست و با ما میشنن بحث میکنن حرف میزن، کجان؟ چرا 50 تاشون یه اعلامیه نمیدن؟ شما غیرت ندارید؟ ورزشکارا رو دیدید؟ هنرمندا رو دیدید؟ در خطر مستقیم هم قرار دارن. دیدید چه جور ایستادن؟ علی کریمی امروز به یه رمز بدل شده، یک سمبل شده. شما لیاقت رو ندارید؟ وقتی تو شهر خودتون قم آدم میکشن سکوت میکنی؟ آخه مردشور اون دوتا بربری رو نمیدونن، پنیر رو، اون عسلی رو که خامنه‌ای بهتون میده ببره. آخه شما فکر کنید این حوزه رو نباید درش رو گل گرفت؟ چقدر زنده ها دکتر بختیار هوشمند بود، گفت آقا بیا برو من واتیکان برای درست میکنم. اگه واتیکان درست شده بود چه احترام و اعتباری داشت؟ ولی آدم کشی، بساط سلاخی. بله، محمد حسنزاده پسرش رو از دست داد، یه کرد جوان پر از آرزو و امید. حالا پدر در سوگ پسر سخن میگه. نگاه
حرفای این پدر آدم میشنوه چه حالی میشه، فقط چه حالی میشه این پدری که داغ دل رو اینجور فریاد میزنه، آتشی که بر جان من زدی بر جان خود و فرزندت باشد. کردها در این که در خانواده تعصب، در مذهب، در خاک، در همه اینا نمونه هستند، در این حال در بخشش و رأفت هم نمونه. ببینید پدر رو به کجا کشوندن و به چه وادارش میکنن که بیاد بگه. به بلندای قامت کردستان بود پسرم، شهید به بلندای قامت کردستان. زیبا این کلمات زاده میشه در خون و ماندگار میشه در تاریخ. ادبیات این روسا نوشته خواهد شد، روز به روز روسا نوشته خواهد شد و این ننگی که برای سید علی و روحانیت شیعه آورد، این ننگ ابدی خواهد. شما فکر میکنید دیگه آخوندها تو لبنان همین ستسن نصرالله فردا که رژیم جمهوری جهل و جور و فساد بیفته توف میکنن بهش تو لبنان، متنفرن ازش مردم لبنان؟ امروز اعلام کرده بانک مرکزی لبنان که از اول سال آینده لیره لبنانی در برابر دلار 25,000 لیره. آخ شما فکرشو بکنید، لیره لبنان قوی تر از لیره سوریه بود. شما در لبنان سه لیره و نیم، بله سه لیره و اندکی میدادید یک دلار، یه دلار که میدادید سه لیره، سه و نیم لیره بهتون میداد. مال سوریه 5 تا 25,000، یعنی لیره لبنانی 25,000 بار سقوط کرده، مثل ریال ایرانی. و همین دیگه، ریال 7 تومن وقتی میرسه به 35,000 تومن، 7 تومن 35,000 تومن، آقا چه حساب کتاب بلد نیستی؟ مگه میشه همچی چیزی؟ آره شده، از برکت درایت آخوندها. من تو این برنامه به دفعات ارتش عزیز ایران رو مورد خطاب قرار دادم، بارها گفتم ارتشی با همه مغشویی و ایدئولوژی تزریق کردن و همه اینا، اون انضباط و روحیه‌ای که زنده یاد رضا شاه بزرگ در این ارتش با این ارتش متبلور شد، اون باقی مونده در عصر رضا شاه. نمیدونم، بعضی های بچه های دیگه خسته شدن به فغان آمدن و یکیشون با ارتشی ها حرف میزنه، به خصوص با دریادار سیاری که منم بارها خطابش دادم، مورد خطاب قرارش دادم. نگاه کنیم این جوان آسی چه میگوی. میگم از این به بعد بیاید به جای کلمه سیب زمینی تو لغتنامه فارسی از معادل ارتش استفاده بکنیم، که اگه سیب زمینی رو توش بگردی یه رگ و ریشه‌ای پیدا میشه که این ارتشیای ما انگار هیچ رگ و ریشه‌ای ندارن. آقای امیر دریادار سیاری، عزیز من، پدر من، بزرگ من، مگه شما نیومدی گفتی ای توف شرف ما که دختر 14-15 ساله ما رو تو خط مقدم بکشن، نمیدونم بهش تجاوز بکنن، ای کاش مرده بودیم. خب پس کجایی؟ چرا نمیای؟ شما یه بیانیه نمیدید؟ چشم امید مردم به شما هاست که این غربی ها و این اروپایی ها کاری برای ما میکنن؟ نه، کدوم احمقی بهتر از این ملا برای حفظ منافع اینا؟ اینا اصلا نمیخوان که اونا برن. مگه قسم نخوردید که از جون مردم دفاع بکنید، از مال مردم؟ مگه قسم نخوردید از تمامیت ایران دفاع بکنید؟ پس چیکار میکنید؟ یه بیانیه شما ها نمیدید؟ خجالت هم خوب چیزیه.
درود هموطن، حکومت با قتل عام جوان رو دست به بزرگترین قمار تاریخش زده، قماری که اگه درش شکست بخوره بزرگترین و مهلکترین ضربه را از آغاز جنبش به پیکره رژیم وارد خواهد کرد. لازمه که مردم به سرعت و با قدرت هرچه تمامتر اعتصابات و اعتراضات سنگین رو پیاده کنن. حکومت با این جنایتش بخش زیادی از طرفداران مذهبی خودش رو از دست میده و شکاف عظیمی حتی بین نظامیاش رو خواهد داد و محکومیت و انزوای قاطع جهانی را به جان خواهد خرید و ریزش شدید افراد مشهور پس از این جنایت رو خواهد داد. به تمام این موارد اعتصاب و اعتراض سنگین مردم ایران رو اضافه کنید. قمار جاری قطعاً بنزین روی آتیش سرنگونی حکومت. ارتشیا، رژیم داره در کردستان قتل عام میکنه و شما را هم میخواد آلوده کنه، وارد کنه. بجنبید، یه بار نشون بدید که شما ارتش مردمید، ارتش ملتید. آقای فرمانده، میترسی که اگر یه واحد تو به خیابون بیاری عقیدتی سیاسی پرونده برات میسازه؟ مگه بچه 10 ساله کشته نشد؟ مگه سوگند نخوردی که از ملت دفاع کنی، از خاکت، از مردمت؟ این رژیم داره ایرانو به سوی تقسیم میکشونه. این رژیم میخواد ایران سوریه بشه. برای سید علی مهم نیست، 50 تا قصر و ویلا داره و همه وسایل پزشکی هم براش هست. برای آقا مشتبه و آقا مصطفی و آقا میسم و خانم بشرا و اینا هم که حسابی خدمتشون توپ و تانک و همه چی دارن. یه ذره فقط فکر کنید ارتشیا. آقای ناخدا سیاری، چرا تو دریادار سیاری، چرا شما رو خطاب میدیم؟ برای اینکه اون دوتا بوزینه ای که به عنوان فرمانده ارتش و فرمانده نیروی زمینی هستن، بوزینه هایی هستن که هیچ فرقی با سلامی ندارن. شما فرق داشتید، فرمانده نیرو هوایی فرق داشت. و ای کاش ارتش به رژیم یادآور بشه بکشی مردم و میکشیمت. 450,000 نفر نیرو، بچه های زیر خدمت، بچه های خدمت وظیفه، برادراتو رو دارم میکشن. به قول اسخر واقدی، برادرهای من با بادها رفتند، برادرهای من آن نازنین شمشادها رفتند. بجنبید. ماموستاها که در واقع عنوان فقط مذهبی نیست، بخاطر اینکه شما اگه یادتون باشه مثلا ماموستا عبدالله زاده، ماموستا بهش میگفتن چون معلم بود. ماموستا فقط ملا نیست، در اون روستا، در اون شهر معلم هم هست. جمع شدن و به اسم مناطق کرد نشین درخواست رفراندوم کردن، همون کاری که مولوی عبدالحمید کرد. ملاهای شیعه، برید بمیرید، برید بمیرید، انقدر غیرت نداشتید. شما ایرانی نیستید، واقعا ایرانی نیستید. اون سیدتون که خب خارجیه، اون عامتونم غیرت رو داده، غیرت. واقعا روحانیت به چه ذلتی افتاد، به چه روز، یادش بخیر، اون روزی که روحانیت اعتبار داشت. خدا شاهد من یادم نمیره حاج مهدی قوامزاده، اون مرد رو یادم نمیره. برادران جندقی رو یادم نمیره. زنده یاد دکتر محسن بهبانی، دکتر عباس مهاجرانی. آدم بودن، شخصیت بودن. آقای آلاقا، آقای حکمت، اینا ارزش و اعتبار انسانی داشتن. مرحوم راشد. و در مقابل امروز کجا هست؟ من میگم پایان روحانیت شد. این آقای کارلوس کیروش
حرفای گنده تر از دهن زد. حرفا رو بشنوید چون من راجبش کلامی دارم. Keep fighting, score two goals against England under these circumstances. I'm very proud and did the post one time. They did well. They did. I'm very proud of what they did. But of course, it's not one example. 14-18, we have full support from the fans. And now you saw what happened today. So that's why my duty. It is probably to invite the fans of Iran that they're not here ready to support the team. They should stay home. They should stay home. Why they come here to be against the team? We don't need them in on the stadium. It's much better they stay home. Because to have fans that they only support the team when we are winning, we don't need them. It's something that the players, of course, they feel when they are playing. Hi, Carlos. اون دوران تموم شد. اون دورانی که تو خارجی برای من تعیین تکلیف میکردی، تازه تو چیکار وقت روس و انگلیس بودن، تو که کس نبودی. حالا برای ملت ایران تعیین میکنه که بیان استادیوم یا تو خونه، به تو چه؟ بعد ملت تیم رو تشویق نکردن، برای اینکه تیم به نمایندگی جمهوری اسلامی بود. اگر 2014 و 2018 تشویق کردن فضای دیگری بود، جمهوری اسلامی سر جاش بود، آدمکشی سر جاش بود، ولی مردم با تیمشون الفت داشتن، تو 68 هم داشتن، مردم با تیم الفت داشتن. فرق میکرد با اینکه امروز آقای گلر رو کاپیتان تیم پا میشه میده دست رئیسی میشینه و دستش رو تعریف میکنه ازش. گفتم بچه ها گفت بودن نفرین ما رو خدا زود جواب داد، دماغش خونی شد. حالا آقای کارلوس بیاد برای ما تعیین تکلیف بکنه، به تو چه مرد؟ تو میلیون دلار رو تو گرفتی، حال تو بکن. چی کار داری به مردم ایران؟ مردم ایران میرن، تیمشون اگر جوان مردانه عمل بکنه، این دفعه سرود نخوند، اعلام کرد هوادار ملت بیاد صریح بگه حرفشو، مردم تشویقش هم میکنن. تلخ آدم ببینه که تیم کشورش تشویق نمیشه، ولی چون مردم آگاهن، رژیم برنامه ریخته بود که به هوای فوتبال سرکوب کنه. چه تدارکی دیده بود صدا و سیمای جهل و جور و فساد جبلی، برنامه ریزی کرده بود. 10 برنامه رو زده بودن که از صبح فوتبال بخش کنن، مردم میشنن پای تلویزیون و یادشون بره که وطن داره میسوزه. ولی الان این پروژم شکست خورد. درود بر مردم. من فیلمایی هم دیدم از حمله مردم به تیم ملی یا پرچم انگلیس رو گذاشت، اینو خوشم نیومد. نه، در این حد دیگه لزومی نداشت. همین که حمایت نکردید کافیست. اون حمایتی که ما شاهدش بودیم تو 2014 اون وجود نداشت. همین کافیست که برای یه ورزشکارم نشون بده. ببینید این ورزشکار برمیگرده تو وطن، زیر چوب رژیم هم هست، اینا رو هم باید در نظر بگیریم. یکیشون شجاعه، دلاور، یکی نه روی کاسبکارانه، ولی ده ها خائن نیستن. یک گزارش میخوام ببینید از حمله سپاه با سلاح سنگین به اعتراضات مردم در کردستان در مهاباد. نگاه کن. اینجا مهاباده و اینا شبیه ترین تصاویر به حمله ماموران حکومت اسد به مردم در سوریه است. اون چه به سوریه سازی معروفه و سالها حکومت خامنه‌ای به داعش و تروریسم ربطش میداد. شهرهای ویران سوریه توسط هواپیمای حکومت اسد و روسها و توپخانه‌های سپاه با خاک یکسان میشد و جمهوری اسلامی میگفت عوضش امنیت داریم. حالا همون تروریست حکومتی که تو سوریه جنایت علیه بشریت به راه انداخت،
تو خیابونای ایران در مقابل مردم ایران مانور نظامی دوشیکا و سلاح سنگین و تانک به راه میندازن. قاضی زاده توییت کرد: وقتی در برابر مردم ایران این همه جنایت میکنید، با زنان و کودکان سوری چه کردید؟ حالا داعش اینجاست با همون تانک ها و سلاح های سنگین، این بار تو خیابونهای مهاباد و بوکان و سنندج. همون تروریست های مدافع حرم نام که سوریه رو ویران کردن، امروز سلاحاشون رو به سمت هموطنان ما گرفتن. دقیقاً درست، دقیقاً گزارش درست و صحیح است. داعش همین بسیجی ها و لباس شخصی ها آدم کشان. داعش یعنی چی؟ مگه اینا بچه نمی کشن؟ داعش هم می کشن. یکی هم داعش، طالبان، جمهوری ولایت فقیه، اینا همشون از یک گنداب می خورن. از یک گنداب. به همین همشون متعفنن، همشون اشمعزاز رو در آدم ایجاد می کنن. به هر حال پر از حرفم، وقتم تموم شد. امیدوارم که فرصت داریم که دیپلمات جمهوری اسلامی رو ببینیم. بسیار به من میگوین وقت من تموم شد. باشه تا برنامه بعدی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد، که برافراشتم خواهد بود. و درود دیگر به مردم کردستان، به مردم سراسر ایران. همه با همیم، همه یک دل و یک زبان و یک جان هستیم. بدرود.